سلام دوستان، توی این ویدیو یک سشن از طب سوزنی و همینطور بادکش کردن رو به شما نشون میدیم. همینطوری که میبینین اول جاهایی رو که میخوان سوزن رو بزنن با الکل تمیز میکنن. البته قبل از همه اینا این خانم دکتر با مریضشون صحبت میکنن راجع به مشکلاتی که داره و چه چیزایی رو میخوان بیشتر روش تمرکز کنن که با طب سوزنی اون مشکلاتی که دارن برطرف بشه. این قسمت شما میبینین که سوزنا رو توی پیشونی فرو کردن که به خاطر سردردهای میگرنی که مریضشون داره روی اون قسمت تمرکز کردن. بعد در تمام این مدت میپرسن از مریضشون که مثلا چه احساسی دارین، جایی که سوزن هست درد داره یا احساس میکنین داغ شده، که اینا رو میچرخونن که اون اندازه درد کم و زیاد میشه با اون چرخوندن. کلن چیز ترسناکی نیست. این سوزن ها خیلی نازکن، مثل یه تار مو، معمولا هیچی رو آدم احساس نمی کنه. ولی بعدن که سوزن ها رو زدن و یه چراغی که اینفراد هست میذارن، اون گرما رو حس می کنین. و اینا همه جاهایی هست که پرشر پوینت هست، همینطوری الکی همه جا نمی زنن، جاهای خاصی روی بدن این سوزن ها رو می زنن، بستگی به مشکلاتی که مریض میخواد برطرف بشه. خب اینجا دیگه قسمت زدن سوزن ها تموم شد و مریض حدوداً 20 دقیقه استراحت میکنه تا برگردیم. خب سوزن ها رو در میارم و بگم که این اصلاً دردی نداره. همونطور که میبینین انقدر این سوزن ها نازکه که حتی خونم نمیاد جای سوزن.
قسمت بعدی قسمت هیجان انگیز برنامه است، قسمتی که بادکش میکنن یا همون کاپینگ. اینجا خانم دکتر چک میکنه ببینه کدوم از ماهیچه‌ها بیشتر احتیاج به بادکش کردن داره و تمرکز بکنن روی اون قسمت ها. خب مراسم بادکش کردن شروع شد. درد یک کمی داره این قسمت، بیشتر مثل فشاره و بیشتر درد و وقتی حس میکنین که این کاپا رو تکون میدن، میکشن روی پشت و مثل حرارته، یه حالت خاصی داره، دردی نیست که نشه تحمل کرد. همونطوری که میبینید توی ویدیو اینفراد لایت رو میارن و طوری قرار میدن که تمرکز کنه روی قسمتی که بادکش کردن و به مریض میگن که 10 دقیقه میتونه استراحت کنه تا برگردیم. من شدیداً تب سوزنی و بادکش کردن رو توصیه میکنم. البته یک جلسه کافی نیست و احتمالاً بین 4 تا 6 جلسه لازم هست. خب 10 دقیقه شد، وقتشه که کاپا رو بردارن و همینطور که میبینین بعضی از دایره ها خیلی تیره تر هستن، این یعنی اون قسمت ها گرفتگی ماهیچه خیلی بیشتر بوده. الان روی شونه ها رو میبینین که خیلی تیره تر هست، مخصوصا در یک طرفش که خیلی تیره تر بود، دقیقا همون طرفی که مریض بیشتر گردن درد و کمر درد داشت. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشین. خوشحال میشم اگه کانالمون رو سابسکرایب کنین و برامون کامنت بذارین. به امید دیدار شما در ویدیوی بعدی.